سلوک پیدا بکنه آدم، به واسطه ابی عبدالله علیه السلام سریع آدم به مطلوب و مقصود میرسه. ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، به واسطه قتل حسین یه حرارتی در دل به وجود میاد، لا تبرد و ابدا، خنک نمیشه. این حرارت هرچی بیشتر نورانیت آدم بیشتر، این حرارت هرچی بیشتر سرعت آدم بیشتر، این حرارت هرچی بیشتر گرما و انگیزه آدم بیشتر. حالا اون جریان آیت الله العظما مرعشی نجفی رو که شنیدید، از منم شنیدید و عرض بکنم، بریم پایین پا دخیل ببندیم. ایشون فرمودن گرفتار شدن، سر قبرش هم مشرف شدی رو دیوار نوشته، یه جزوه هست وصیت نامه و تشرفات ایشون هم داره اونجا هم هست، میتونید ملاحظه بفرمایید. ایشون میگفتن گرفتار شدم، با پای پیاده از نجف اومدم کربلا، رسیدم کربلا، دارم زیارت میکنم، مشکلات مادی داشتم، مشکلات جسمی داشتم، مشکلات علمی داشتم و یه حاجت خاصم داشتم که برم مکه مدینه رو زیارت کنم، همونجا بمیرم، همونجا منو دفن. مستحضرید ایشون اصلا حج مشرف نشد، با اینکه یه کتابخونه با عظمتی ساختن که یه کتاباش کلی سرمایه است، ایشون روزه استیجاری میگرفت چون این کتابها نفیسه، سرمایه شیعه است، اینا رو حفظ بکنه و به اصطلاح بیگانه ها ندوزدن و ببرن. ایشون میگفت گرفتار شدم، اومدم دور زریعی دارم میچرخم، دلم شکست، دلم شکست. جوون تا جوونی برو کربلا، برو کربلا، تا جوونی برو کربلا. اونایی که کربلا نرفتید میخواستم روایت براتون بخونم که باید برید کربلا. روایت میگه ها، من حرفم با روایت، اصلا احساسی عاطفی بلد نیستم، روایت میگه بتونی کربلا بری نری، حقی از خدا و پیغمبر زائل کرد. بتونی بری و نری، اون نمیتونی، یه بحث دیگه است. بتونی، خدا رزق تو زیاد میکنه، خدا عمر تو زیاد میکنه، خدا مال تو زیاد میکنه، مالی که داری چند برابرش بر میگرده. اونایی که نرفتن میتونن برن، باید برن. روایت میفهم، بعضی از علمای ما که واجب میدونستن، بر اساس روایت واجب میدونستن. ایشون فرمودن اومدم پایین پا دور دارم میزنم، یه وقت دیدم صدای قرآن میاد، اومدم بالا سر مرحوم پدرمو دیدم، به من فرمود سید شهاب الدین چته بابا؟ گفتم آقا جون خیلی گرفتارم. فرمود برو یه جایی دست به دامن حسین شو که حسین دست رد به سینه داد. اومدم پایین پا چون فهمیدم حسین علاقه خاصی به جوانش علی اکبر، اومدم پایین پا حسین رو به حق جوانش علی اکبر قسم دادم. خود ابی عبدالله رو دیدم، تک تک حوائجم رو ازش خواستم، حضرت برام دعا کرد. بعد غیر از اون یکی آخری که فرمود اون به صلاح نیست، یه نفر وارد مسجد شد، گفت از نسل پیغمبرتون کی مونده؟ گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اومد حسین جان من دیشب تو خواب جدتون رو دیدم، مسیحی بودم، به دست او مسلمون شدم، مسیح به من امر کرد به پیغمبر ایمان بیار، ایمان آوردم، اومدم تو بیداریم ایمانم رو عرضه بکنم. امام حسین فرمود یه مجلسی بگیرید، مجلس گرفتن، شهادتین جاری کرد، دارن صحبت میکنن، یه وقت در باز شد، علی اکبر وارد شد، خان نگاشت به علی افتاد، گفت به خدا این بود من دیشب تو خواب دیدم. امام حسین فرمودن اونی که دیشب تو خواب دیدی جد من پیغمبر، این پسر من علیه. ما وقتی مشتاق به دیدن پیغمبر بشیم میگیم علی جان پاشو چند قدم جلو ما راه برو. امام حسین فرمود ای مرد، اگه یه جوان اینجوری داشته باشی، یه خار به کف پاش بره چه حالی پیدا میکنه؟ عرض کرد آقا به جان خودت قسم دق میکنم میمیرم. فرمود پس بشنو، این علیمو تو کربلا جلو چشم من. شیخ جعفر شوشتری رفت بالا منبر، مردم بیاد از کشته شدن حسین براتون میگم. رفت والا منبر و اومد پایین، دیدن روزه علی اکبر خون، اومدن گفتن شیخ قول داده بود این روزه کشته شدن حسین، گفت خوندم حالیتون نشد. مریضی مال یه نفره، مال دو نفره، مال ده نفره، مال صد نفره. این وضعیتی که الان گریبان گیر جامعه ماست اسمش بلاست. کسی حالا میخواد قبول بکنه، میخواد قبول نکنه، این دوستان بزرگواران ای اسمش بیماری نیست، این بلاییه که امروز اینگونه گریبانگیر جامعه بشری شده. واقعا بشریت رو مستعسل کرده، واقعا وادی بهداشت و درمان رو به زانو در آورده این
بیماری که نه، این بلایی که امروز گریبان گیره بشریت شده. یادتون باشه بلا رو با دارو نمی شود دوا کرد و درمان کرد. بلا راش دارو نیست، بلا رو برای دفعش باید دعا کرد، بلا رو برای رفعش باید به درگاه خدا استغاثه کرد، بلا رو باید به درگاه پروردگار الهی باید ناله زد و عشق ریخت و توبه از کردار ناپسند نمود که به همون شکلی که بر بشریت حاکم کرده خودشم دو مرتبه از پیکره جامعه بشر برچینه. هر کار دارن میکنن، ورژن جدیدش که میاد خیلی قوی تره. این مرحله پنجم مدعی شدن آیون این 150 مرتبه قوی تر از اون ویروس اولیه ایست که به اسم کرونا شایع شد و ولوله در جامعه بشری انداخت. دعاتونم خدای علی الاعلا به واسطه قبول میکنه. حواستون باشه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. خدا را که میخونید حواستون باشه با وسیله بخونید. تا با وسیله نخونید این خواستن و این طلب کردن مورد اجابت درگاه و دربار الهی قرار نمیگیره. به امام صادق گفتن این وسیله چیه؟ حضرت دست رو سینه‌شون گذاشتن فرمودن نحن الوسیله، منظور از این وسیله ما خانواده هستیم. قرآن می‌فرماید ولله اسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسماء الحسنا است که هر وقت خواستی خدا بگید مردم خدا رو به اون اسماء الحسنا اش بخوانید. به امام صادق گفتن این اسماء الحسنا چیه؟ حضرت فرمود نحن اسماء الحسنا، ما هستیم اون اسماء الحسنا ذات اقدس حضرت پروردگار. رفقا بین این خانواده و بین این ذوات مقدسه‌ای که امام ششم اونها رو وسیله معرفی کرده، اونها رو اسماء الحسنا خدا یاد نموده، التفات داشته باشید. امام حسین اکسیر اعظمه. حضرت فرمودن و ان من وافقنا خالف عدونا، اگر کسی موافق ما اهل بیته با دشمن ما مخالفه. و ان من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا فی قول او عمل فلیس منا ولا نحن منهم. ای کسی حرفش حرف دشمن ما خانواده باشد، کسی عملش عمل دشمنان ما باشد، نه او از ماست نه ما از اوی. دیگه شیعه ما نی، اسمشو بذاره شیعه. چه شیعه ای شد که عقیدش عقیده دشمن علی و آل علی باشه؟ این دعای سنم ای قریش رو بردارید بخونید. ابن عباس میگه کان امیر المؤمنین یواظب علیها فی قنوت وتره. آقا امیر المؤمنین هر شب تو قنوت نماز وترش این دعا رو میخوند. بردارید بخونید تو بهار ها. اللهم الانسان می قریش و جبتیها و طاغوتیها. برید تا آخر، آخرای دعا حضرت میفرمایند خدایا این چندتا رو لعنت کن، کسی که محبت این چندتا تو قلب و دلش لعنت کن، کسی که محبت تابعین این چندتا تو قلب و دلش لعنت کن. آقا هر شب تو نماز شبش میخونده، عقیده که نمیشه خرابش کرد. بله حالا هیچی نگید، شمشیر بلند نکنید، بله حرف دیگه، اما عقیدمون که باید باشه. بگید حالا عقیده که بود چی میشد؟ اگر عقیده بود و راسخ شد دیگه عمل من و شما عمل دشمن علی و آل علی نخواهد بود. المخالفون لأعدائنا، دشمنی رو بذارید با دشمن علی و آل علی، نباشید. اگر کسی دشمن علی و آل علی شد یعنی مرامش دیگه مرام اونا نخواهد بود، کلامش دیگه کلام اونا نخواهد بود، حتی تو حرف زدنش هم حرفش مثل حرف دشمن علی نی. یه روایت بخونم ترسم بترسید. حضرت فرمود لا تلبسوا لباس اعدائی فتكونوا اعدائی كما هم اعدائی، لا تأكلوا طعام اعدائی فتكونوا اعدائی كما هم اعدائی. ای شیعیان من علی مراقب باشید لباس پوشیدنتون مثل دشمن ما نباشه. اگه بنا شد لباس پوشیدن من مثل دشمن علی نباشه دیگه چیزای دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. شیعه باید قرص باشه، شیعه جوان شیعه تو کوچه داره راه میره باید تشیع ازش بریزه، باید هر که نگاه میکنه بفهمه این شیعه ابی عبدالله الحسین. برگردم
تو الاخذون به قولنا، میخوام خود حرف بزنم. یه شبهه تو ذهن و قلب و دل بعضیا، مخصوصا بعضیا تعمد دارن تو ذهن و قلب و دل جوونا هی القا میکنن. من گناه کردم، گناه عظیمی هم کردم. اما ناامید نباشی، اگر بخوای توبه کنی خدا یک وسیله ای برات قرار داده که همین که اسم این وسیله رو ببری خدا به احترام این وسیله مقدس میامرزتت. بگو حسین، ای جوان گناه کردی، آلوده شدی، وضو بگیر، رو به قبله بایست، بگو السلام علیک یا ابا. به خودش قسم خدا به احترام حسین، اگر راست بگی بخوای برگردی برات میگرد. اینو من اجای رو منبر گفتم، بعضیا خوششون نیامد الله. اون عرق خوره که هنوز عرق تو شکمشه، من راه میبرم تا 40 روز نمازش قبول نمیشه دا. اینا رو منم بلدم، بعد منبر کسی من نگه دا. ولی همون عرق خوره اگه لیاقت پیدا کنه تو مجلس حسین بیاد واقعا توبه کنه برگرده، ولو هنوز عرق تو شکمشه خدا به احترام حسین دستشو میگیره، اما برگرده ها. نه اینکه صبح عرق بخوره بگه شب میرم روزه پاک شد، دوباره بیاد صبح عرق بخوره شب میرم روزه، این که بازی شو. بیفتم تو کوچه بازار متعرض ناموس مردم، شب میرم پا منبر پاک شو. خب پاک شدی رفتی کجا؟ دوباره فردا صبح بسم الله. امام حسین رفت که گناه نباشد، نه اینکه محلل گناه من و تو بشه. این که در روایات فرمود شرکت در عزای حسین، در عزای حسین بر سر و سینه زدند، عزاداری بر امام حسین کردند، عشق در عزای سید مظلومان عالم ریختند، اینا کفاره گناهان میامرزه. میامرزه منتها برای کسی که برگرده توبه کنه، نه بازیچه. گفت عرق خورده بودم. اینا کیانی خونه با؟ از خانه بیرون آمد، همین که دو سه قدم راه رفتم دیدم امام صادق از سر کوچه پیچید تو کوچه. شرمنده شد، گفتم خدایا به راهم ادامه بدم، برخورد میکنم به پسر فاطمه، برگردم تو خونه آقا معلومه به خاطر آقا برگشتم. حیران شدم چه کنم، برگشتم رومو به دیوار کردم که چشمم به چشم امام صادق نیفته. حیا کردم، پشیمون شدم، گناه کردم. یه وقت دیدم کسی دست سر شونم میزنه، برگشتم دیدم امام صادقمه. فرمود هر کاری کردید به ما پشت نکنید، برگردید ما دستتونو میگیریم. اما برگردید آه. این روایت رو منو پیدا نکردم ولی رفقا نقل کردن. گفت با امام صادق داشتیم میرفتیم، دیدیم قصابه گوسفنده رو خوابونده، چاغور گذاشته رو گلو گوسفنده. یه وقت آقای امام صادق یه نگاه کردن به یکی از اصحاب پشت سر، یا فهمدن این پول، برو این گوسفنده بخر نزا بکشنش. رفت به قصابه گفت که اینو میخوای چه بکنی؟ گفت میخوام بکشم، قطعه قطعه کنم بفروش. گفت زحمت بکشی بفروشی چند بناس گیرت بیاد؟ مثلا به پول امروز. گفت 150,000 تومان. گفت پسر فاطمه امام صادق گوسفند 170,000 تومان نقد میخره بدون زحمت میفروشی؟ گفت بله. پول رو داد، گوسفند بلند شد، سرش انداخت پایین بره. حیوونا ادب دارن به خدا قسم. این سرش انداخت پایین، پشت سر امام صادق شروع کرد راه اومد. گوسفنده آقا اومدن در منزل، درو باز کردن، اول گوسفنده رو کردن تو. به اهل خونه فرمودن این رو تعارفش کنید، آب و علفش بدید تا زنده است مهمان من امام صادق. یه نفر گفت آقا چی شو؟ این گوسفند اینجوری که زیر چاقو شما خریدی؟ طبق این نقل آقا فرمودن همین که این گوسفند کارد به گلوش رسید، تا من پسر فاطمه رو دید با چشماش با من حرف زد، صدا زد یا ابن رسول الله الود و به ولایتکم، پناهنده ولایت شمایم. اگر ما کسی به ما پناه بیاره نمیگذاریم صدمه بخوره، خریدمش مهمان من امام صادق. آی جوونا، گوسفند پناهنده شد، امام صادق پذیرفتش. تو یه نوکر حسین کجایی؟ تو یه گریه کنه برای حسین کجایی؟ پناهنده شید، بیایید. این روایات مال اینه، هرچی هم گناه کردی یا ناامید نشو، میخوای توبه کنی بیا، نگو آبرو ندارم خدا دیگه اعتنا نمی کنه، خدا یه حبل متینی قرار داده، اون همه ارباب بی کفن بلوزه، رو به قبله وایسا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. پاکت بکنه، پاکت بکنه. حسینه، خدا خداییش رو به حسین بده، هنوز مقابله به مثل کرده. قرآن مجید درباره حضرت عیسی می‌فرماید انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. می‌فرماید من برای شما می آفرینم، من برای شما خلق می‌کنم، من عیسی فرزند مریم خلق می‌کنم،
می آفرینم از گل به شکل یک پرنده، بعد درش می دمم من و می شود این گل می شود طیرن، یک پرنده می شود و می پرد و پرواز می کنه، زنده می شه. یعنی از خاک مرده پرنده زنده به وجود میاد توسط جناب عیسی علیه السلام. یا می فرماید عبر الاکمه والابرسه، من شفا می دهم شخص اکمه رو، یعنی کور مادرزاد رو شفا میدم، مبتلای به مرض برس باشه، ابرس باشه. و احی الموتا، من کسی هم که مرده ها رو برای شما زنده میکنم به اذن الله، به اذن خدای. چه عیبی داره که ائمه ما علیهم السلام به اذن خدای عز و جل هم رازق باشن هم خالق باشن به اذن خداوند، در حالی که عیسی 72 حرف اسم اعظم تنها دو حرف رو در اختیار داشت. امامان ما سلام الله علیهم اجمعین تمام 72 حرف اسم اعظم رو خدا بهشون داده بود. اون چه که ولایت دارند ملائک، اون چه که ولایت دارند انبیاء علیهم السلام، تمامش یک جا در وجود 14 معصوم علیهم السلام جمع شده. هم ولایت تکوینی دارن، هم ولایت تشریعی دارن و رسیدن به مقام لا فرق بینک و بینهم، اینا فرقی با خدای عز و جل ندارن الا اینکه عبد خدای عز و جل هستن، عبد تام. و عبد تام اونی که هرچی خدا دارد در اختیار اونها گذاشته، خدا در فاعلیتش، خدا در فاعلیتش و در اعطا و دهندگیش تام است، حالت قوه نداره. و ائمه هدا علیهم السلام در قابلیتشون اونم قابلیت تامه دارن. پس اون چه که خدا دارد یک جا در اختیار ائمه هدا علیهم السلام. بنابراین به اذن الله هم یرزقون و به اذن الله هم یخلقون. از خدا باید ایمان طلب کنیم نسبت به ائمه هدا، عقلمون رو باید نسبت به ائمه بیشتر بکنیم. بی خودی به این و اون تهمت نزنید، یا تهمت غلو بزنید، یا تهمت مثلا صوفیگری بزنید، یا تهمت درویش بودن بزنید. به جای این حرفا برید زانو بزنید خدمت ائمه هدا علیه السلام، چیز یاد بگیرید، برید خدمت ائمه هدا علیه السلام بخواید که خدا بهتون شرح صدر عنایت کنه، بتونید درک بکنید فضائل ائمه هدا علیه السلام را. بنابراین به اذن الله ولایتشون مطلق است، ولایت دارن بر جن و انس و ملک. خدا عقلمونو زیاد کنه، ایمانمونو زیاد کنه و فکر نکنن بعضی فقط خودشون چیز بلدن و بخوان خودشون رو مطرح کنن. وقتی چجوری مطرح میکنن خودشون رو؟ با کوبیدن این و آن، با کوبیدن این و آن خودشون رو میخوان